آقای شجاعی رو آقا میشناسید این سخنران؟ چنش خدا رحمت کنه خانم صد حسین و همین دو سه شب پیش ما تو خونه صد حسین رفته بودیم برای ختم و اینا، برای خود من تعریف کرد اگه روزه ای شد برسه به روح این کنیز حضرت زهرا. گفت آقا من شب خوابیدم، صبح از خواب بلند شدم دیدم که از نوک پاهام دونه دونه، یعنی من دیدم کف پاهاش، اون رفقای بچه پلانسه میشناسن کاملا میدونن، دیدم کف پاهاش چیزاییه. گفتم اینا چیه کف پا؟ گفت آقا من شب خوابیدم صبح بلند شدم دیدم مثل آب که یخ میزنه از نوک انگشتام داره بدنم همینجوری جامد میشه، انگار یخ میزنه سفت میشه و از حرکت میافته. و دو سه هفته گذشت که رسید به گردنم و من شدم مثل یه قطعه خواه، روی صورتم تأثیر گذاشت، کم کم دهنم کج شد، چشم هم داشت شکل میگرفت، تکلمم داشت به ایراد میخورد. که ما بچه زنجانی، دکتر دوا، دکترها گفتن آقا یه بیماری نادره، هنوز کسی براش چیزی نتونسته پیدا کنه، معلوم نیست چیه، کاری ما نمیتونیم بردیم. از این دکتر با ویلچر ما رو برد خانم، این دکتر از این برد، گفت داماد ما مشهد زندگی میکنه، خواهرمون مشهده. من زنگ زد و جویای احوال ما گفت اینجوری، گفت چند روز بعد من زنگ گفت یه دکتر تو بیمارستان قائم مشهد، همین میدون تقیبات که آبان احمد اینجا میشینه، یه دکتر اینجاست، میگن متخصص این بیماریه، برفته خارج از کشور درسش خونده و این بیماری بیماری خاصیه، میگن اصلا چند نمیدونم چند میلیون نفر یه نفر میگیرن، بذار اینم یه وقت میتونم بگیرم. گفت وقت نمیداد و یه وقت گرفت و گفت من برادرم و خانومم رفتیم مشهد علی ابن موسی رضا بیمارستان قائم بستری شدیم. دکتر گفت دوست داروه من باید به خون شما اضافه کنم، اگر این جواب داد، جواب داد چون این بیماری مشخصی زنوز تو دنیا، اگر جواب نداد این کم کم میزنه به گوارشت، گوارشت از کار میده، کبد، قلب از کار میدازه، مغز، همه بدن از کار میدازه، فریز میکنه. گفت 45 روز من تو بیمارستان قائم بستری بودم، این بنده خدا چندین بار خون منو عوض کرد، بعد خون جدید به من میزد با اون موادی که خودش میگفت. گفت روز آخر اومد گفت آقا ما فردا رو وقت داریم، 45 روز من چندین بار خون رو تعوض کردم و به این مواد رو پس زده، فردا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. گفت فردا شد و ما رو بردن دوباره خون رو تعویض کردن و روز بعدش اومد ملاقات ما، گفت آقا شرمنده شما، جواب نداد. گفت من مادرم ساداته، زنگ زدم زنجان سلام و احوالپرسی و گفت چطوری؟ گفتم بهترم الحمدلله فلان. گفتم یه جوری کم کم بهش بگم، گفتم مادر یه موقع که اتفاقی برای من افتاد و فلان. گفت چی شده من که؟ گفتم مادر حقیقت چیزی نشده، نگران نباش، یه موقع آدمی زاده دیگه. مادرم گفت همیشه داشتم حرف زدم، گفت حرف نزن فردا مشهدم. گفتم مادر نیافت چیزی نی؟ گفت فردا مشهدم. گفت فردا رسید مشهد از فرودگاه، زنگ زد به بیمارستان به برادرم که همراه من بود، گفت من بیمارستان نمیام، داداش تو بردار با ویلچر بیا قرار ما حرم امام رضا پنجره فولاد. گفت ما اومدیم با ویلچر پشت پنجره فولاد، مادر رسید و ما رو دید و بغل کرد، یکم گریه کرد و اینا، گفت رو کرد به حرم امام رضا، گفت یه جوری مادرم با امام رضا صحبت کرد، من ترسیدم یه لحظه. گفت خطاب کرد به امام رضا با صدای بلند، گفت مگه من بچت نیستم؟ مگه من بچت نیستم؟ مگه تو بابای من نیستی؟ مگه میشه تو بابای من باشی من گرفتار باشم تو شهر غریب؟ خوابم نمیبره تا ندم آقا به سلام، صدا زد گفت مگه من بچه، روزام نمیگذره، ببین همه یه بچه ها رو باباهاشون بغل میکنم، آقا به سلام، حالا من چند دقیقه تو رو بغل میکنم، روزام نمیگذره. آخه تو که دیگه نمیتونی منو بغل کنی بابا، دیگه تو پدر من نیستی، من بچه‌م تو شهر غریب گیر باشه بعد تو تو این شهر باشی. گفت خیلی گریه کردیم، ما رو آورد برادرم بیمارستان و مادرم رفت منزل خواهرم. فردا صبح گفت چون بیماری خیلی نایاب بود، پرستارا دکترها من دور من این منو چک میکرد، گفت داشتم من چه خواب بودم، گفت یه فه با جیغ یه پرستار از خواب پریدم، دیدم پرستار داره داد میزنه، انگشتاش داره تکون میخوره، انگشتای پاش داره تکون میخوره، گفت خودم نگاه کردم دیدم انگشتای پام داره تکون میخوره. سبیر خبر دادم به دکتر، گفت دکتر اومد رو سرم، گفت قیامت بود، همه بیمارستان رو سرم بودن. یه فیدم مادرم از در اتاق وارد شد، گفت چه خبره بچه‌م مرد؟ گفتن نه مادر چی شده؟ گفت الان خواب امام رضا رو دیدم.
گفت همه بیمارستان گریه میکردن. چی گفت مادر بهت؟ گفت دیگه با من اینجوری صحبت نکن. آخه من خودم هم دو این شهر غریب مادرم یه شهر تو دخترمی سرم داد نزد. ما از داد زدن خاطره خوبی ندارم. برو بچه تو شفا دادم. برو بچه تو شفا دادم. سلام که من با تو کردم.